حضرت یحیی علیه السلام آمد، قربانی شد، سرش رو بریدن، در تشت طلا گذاشتن. خدا در قرآن تأکید کرد که از ریشه حی گرفته شده، یعنی زنده بودن همیشگیست با آنکه مرد. یحیی از حی میاد و تأکید کرده در قرآن که این نام رو قبلا رو هیچ کس بگید نگذاشتیم. سوره ای که حضرت یحیی رو ماجراشو میگه، حضرت زکریا میدونه دیگه، تو روایات داریم حضرت زکریا وقتی جبرئیل ماجرای پنج تن و علل خصوص حسین علیه السلام رو براش تعریف کرد، گفت من دوست دارم یه بچه داشته باشم عین حسین، همونطور این بلاها سرش بیاد، قربانی بشه و من در داغ دیدن شبیه پیامبر بشم. سه روز روزه سکوت گرفت و خدا یحیی رو در پیری بهش داد. آیت قرآنش هم براتون بیارم، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمه یحیی لم نجعل له من قبل سمیا. تأکید میکنه خدا که من قبلا این اسم رو هیچ کس چی نگذاشته بودم. خب حضرت یحیی آمد تا وعده منجی بدهه. نگاه کن، یحیی میاد سرش بریده میشه، از یحیی میرسن به مسیح، درسته؟ عین این اتفاق هم در اسلام افتاد. یعنی چی؟ از حسین میرسن به کی؟ به مهدی علیه السلام. و شباهت ها بسیار زیاده، یعنی حضرت یحیی حسین بنی اسرائیل و مسیح مهدی بنی اسرائیل، هر دو عمر طولانی، هر دو در غیبتن. قرآن برای هر کدوم از اینها بنی اسرائیل رو مثال زده، بعد گفته فاعتبروا، برای بنی اسماعیل هم همینه. بعد ببین حضرت یحیی چی میگه، صحبت میکنه از کسی که میخواد بیاد در آینده، میگه من شما را به آب به جهت توبه، خوب گوش کنید، تعمید میدهم، لکن او که بعد از من میآید از من توانات، از من محکم تر است. حالا اینجا تواناتر ترجمه کنیم، نه تواناتر است، که لایق برداشتن نعلین او نیستم. یکی بعد از من میاد، من تواناتر، من لایق نیستم نعلینشو بردارم. او شما را به روح القدس و آتش تعمید خواهد داد. او غربال خود را در دست دارد و خرمن خود را نیکو پاک کرده، گندم خیش را در انبار ذخیره خواهد نمود، ولی کاه را در آتشی که خاموشی نمیپذیرد خواهد سوزان. آنگاه عیسی از جلیل به اردن نزد یحیی آمد تا از او تعمید یابد. یعنی آیه اول این استنباط میشه که حضرت یحیی داره وعده ظهور کیو میده؟ حضرت مسیح. ما میریم تو اصل متن انجیل، حضرت عیسی فارسی صحبت میکرده؟ انگلیسی صحبت میکرده؟ آرامی صحبت میکرده. این اصل متنش که هیچ مسیحی نمیدن بیشرفا، یعنی کلیسا مطلقا در اختیارشون قرار نمیده. بس از بدم چی میخواد این بفهمه؟ انجیل متی باب 3 آیه 12، انا. حضرت یحیی میگفته انا؟ بله. عربا میگن آقا بگن همینه. حضرت عیسی هم نمیگفته گاد، میگفته الله. اینا هست پر انجیل. خیلی جالبه، حضرت عیسی توی انجیل میگه زکات بدهید، عین لفظ زکات خدا شده. اینا میگن اومدن ترجمه کردن عشق بورز، عشق. میگه او یه چیز دیگه هست، میگه نه عشق، زکات کلا جمعش کن. حضرت عیسی میگه صلات، همینجا میگه صلات، نماز. هر یک شنبه میریه یارو ارگ میزنه اونجا، تو هم عشق میورزی، بلند میشی میره نماز شده. چه خوب میگه انا معمد انا لکن، من تعمید میدهم، من لکن یعنی همون لکم، برای شما، به میا، به چی؟ به ما، به آب، لتی بوتا، برای اینکه توبه کنید. هو دین، اما او، دبتری، after me، بعد از می، من، آتا، می آید، او بعد از من می آید. اینجا اسم لو داده، اسم برده که این نامردا براشن اسمو ترجمه کردن، is stronger. من برای اینکه اسمو یه بار دیگه ببینیم، دو خط رو بریم ببینیم چی بود، هی جیمی، ببینید بعدش دیگه چی بود، بعدش اینکه شکل هی دو چش بود خودش، ببینیم چی بود. سه، توی اینجا هم که دیدید دیگه، یا و نون توی دین چجوری بود اینجا؟ و دین، یه نون، این هم همون چی؟ یا و نون. آتا حسین، یه حسین میاد، حسین میاد. یحیی خودش نظر حسین ابن علیه، گفتن توی اون قربانی معروف؟ گفت نه، آتا حسین، من لایق نیستم که کفشا و نعلینشو بردارم، من لایق نیستم کفشا اینو جا به جا کنم، من حسینم. اینا استاد این کلمه بودن، حسین رو برداشتن چی ترجمه کردن؟ stronger، او از من محکمتر است. بعد این طرف آیه بعدی در مورد حضرت عیسی میگه ها، اون رد نمی کنیم،
اون بعد عیسی رو اسمش هم میاره، منتها اول میگه حسین میاد، میگه بهش میگن توی اون حسین قربانی معروف توی، میگه من نیستم. به خاطر همینه دقت بفرمایید، مسیحی ها دنبال اون قربانی بزرگ تاریخ و ذبح عظیم که به فرزندان اسماعیل خدا به فرزندان ابراهیم وعده داده بود بودند. در مسیح این دوتا رو با هم یکی کردن، یعنی دوتا آیه رو با هم یکی کردن، گفتن قربانی بزرگ تاریخ کی بوده؟ مسیح بوده.